تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین فعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم تفسیر میگیم. از اول قرآن شروع کردیم به جزء 24 سوره فصلت حامیم سجده و الان آیه 35 هستیم. بشنوید. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این خصلت و برخورد نیکو را جز کسانی که اهل صبر و شکیبایی هستند دریافت نمی کنند. خصلت نیکو چی بود؟ الان 35 هستیم. آیه قبل آیه 34 به مسلمان ها دستور داد که شما ادفع بلتی احسن، یعنی اگه کسی به تو بد کرد تو انتقام نگیر، با محبت چینه اونو برطرف کن. ادفع بله، وقت اونی که بین تو و بین او دشمنیست با محبت تو با برخورد خوب تو رفیق میشه. یعنی سعی کن جذب کن، جاذبه در حد اعلا، دافعه در حد ضرورت. جاذبه در حد اعلا، دافعه در حد ضرورت. حالا میشه این کارو کرد که او به من بدی میکنه، من به او خوبی کنم، او دیدن من نمیاد، من دیدنش بدم، او سلام نمیکنه، من سلام کنم. او بازدید من نیومد، او عروسی دختر من نیومد، دومادی پسر من نیومد، استقبال من نیومد، بدرقه من نیومد، ازش وام خواستم نداد. حالا اگر مردم بی وفا کردن، همسایه من بود نمیدونم بی اعتنایی کرد، گوشت قربونی کشتن بره و نیاوردن، یا تو چه کار داری؟ اون گوشت قربونی نداد، تو گوسفند کشتی برش گوش ببر. ای آیه قبل بود. ای آیه میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا. کسی میتونه به این کار بکنه که اهل صبر باشه؟ صبر و ماضیه، یعنی قبلا مقابل، یعنی باید خودسازی کرده باشه. آدمای عادی نمیتونن. میگم من به من وام داده، حالا من بهش وام بدم؟ ماشین دشمن رو سوار نکه، حالا من ماشین دارم سوارش کنم؟ میگه یه آدم های عادی نمتونن. الا لذین صبرو و ما یلقاها ها الا لذین صبرو. اونا که قبلا خودسازی کردن اینها میتونن شطور دیدی ندیدی انتقام نکشن. و ما یلقاها ها الا ذو حظ عظیم. کسی این کار میکنه که حظ عظیم داره. تو قرآن دو تا حظ عظیم داریم. یکی مردم قارون که دن گفتن به 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 با چه تشکیلاتی را میده. قارون به قدری پول داشت که دست کلیدش یه عده قلدر میکشیدن. سرمایه دارترین یا از سرمایه دارترین مردم دنیا بود. وقتی تو حرکت فخر از علاقه و مهی فیزینته، وقتی تو را میرفت با این اسکورت و دنگ و فنگش، میگفتن که یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم مثل قارون اینقدر پول داشتیم. انه لذو حظ عظیم. یه حظ عظیم اینجاست که میگن چه پولی، چه اسبی، چه ماشینی، چه خونه ای. این حظ عظیم در دید دنیا طلبا حظ عظیم اینه. قرآن که میگه حظ عظیم، میگه حظ عظیم اینه که کسی اینقدر ظرفیت داشته باشه که مخالفین خودشو تبدیل به موافق کنه، یعنی با برخورداش مثل کیمیا شده. کیمیا میگن بزنی به مس طلا میشه. یک روحی داره، یک سیاست، یک بزرگواری داره که این با محبتش دشمن خودش هم دوست میکنه. یه حظ عظیم اینه. پس تو قرآن دو تا حظ عظیم داریم. یه حظ عظیم که میگن قارون حظ عظیم داره، اون دنیا پرستان. یه حظ عظیم که خدا میگه این حظ عظیمه. حظ عظیم چیه؟ حظ عظیم اینی که انسان دشمن خودش رو دوست کنه. خب بریم سراغ آیه 36. بشنوید. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر شیطان اومد گفت نه زده بش بزن، فوشت داد بگو خودتی، ننته، باباته، جد و آبادته، اگر شیطان تحریکت که نبخش، انتقام بگی، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، یعنی کار خوبی نیست، خدا باید دستت بگیره. ینزغن که نزغ به معنای این که در کار آدم وارد بشه برای که فتنه کنه، به وسوسه شیطان هم نزغ گفته میشه. و اما ینزغن که من شیطان نزغن، اگر یه نزغی یه وسوسه از طرف شیطان آمد، میگه
معلومه شیطان دست از انبیا بر نمی‌دارن ها، ینزغن نکه به پیغمبر میگه، میگه پیغمبر اگر شیطان آمد سراغ است فاستعذ بالله. همین پناه بردن به خدا راه عصمته. وقتی زلیخا درا رو بس، قال هی ترک، قالت هی ترک، بیا با هم خلوت کنیم کام بگیریم، قال معاذ الله، پناه بر خدا. اینجا به خدا پناه، فاستعذ بالله. خدا به پیغمبر میگه قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو هم که پیغمبر هستی بگو پناه برم به خدا. به هر حال شیطان سراغ بزرگان میرن. عرض کنم که در این چهار تا آیه برای کسانی که اهل تبلیغ هستن، دبیر، معلم، مربی، پدر و مادر، استاد روحانی، عالم، کسانی که میخوان مردم رو تربیت کنن، چهار نکته گفته. نکته اول میاد میگه که تو بهترین آدم هستی و من احسن و قولم ممن دعا الله، اگر دعوت به خدا کنی بهترین آدم هستی، قدر خودت داشته باش. نکته دوم میگه که اگر مخالفینی دیدی با بهترین شیوه برخورد کن، ادفع بالتی احسن، مخالفینتو با محبت رفیق کن. نکته سوم میاد میگه باید صبر داشته باشی که بتونی مخالفتو انتقام نکشی، پس خودسازی کن. نکته چهارم میگه اگر تو شیطان وسوسه کرد، عرض کنم که پناه به خدا ببر. حالا وسوسه شیطان یا میترسونه، از شیطان ها یعدکم الفقر، یا زشتی ها را زیبا جلوه میده، زین لهم الشیطان، یا وعده میده، یعدهم و یمنیهم، یا دشمنی و کینه ایجاد میکنه، یوقع و بینکم العداوه و البغضا. حالا نزغ شیطان، وسوسه های شیطان راه های مختلف داره. وسوسه شیطان دائمی است، ینزغن نکه فعل مزارعه، هیچ کس هم از وسوسه شیطان دور نیست، حتی پیغمبر، شیطان سراغ پیغمبرم میاد، متأن نمیتونه نفوذ کنه. هر آدمی که وسوسه کند اینم شیطانه، منتها شیاطین الانس و الجن، شیطان انسانیه. صبر نکنید شیطان مسلط بشه. همی که ینزغن نکه نزغن، نزغن یعنی ورا اون نزغ کوچیک، یه وسوسه مختصرم که شد سریع پناه ببرید، یعنی نگذارید، یعنی تو اولین دود که شد درو واکنید، چون اگه بذارید دود زیاد بشه دود سیاه اتاق سیاه میکنه. نزغن. حالا بکتی فستعذ بالله، الله تو اسم خدا، رحمان، رحیم، قادر، صمد، یلد، لم یلد و لم یولد، خداوند صفت زیاد داره، اما الله از همه جامعه تر. فستعذ بالله یعنی به همه کمالات خدا پناه ببر، پناه به خدا بی پاسخ نمونه. فستعذ بالله، برای که خدا سمیع علیمه، فست انهو ها و سمیع علیم، او پناه ببری او پناه تو رو میشنوه، کمکت میکنه، ها و سمیع علیم، تگنای تو رو میدونه که کجا گیر کردی، شیطان چطور میخواد در تو رخ نکنه، او میدونه و میشنوه صدای تو رو. به کسی نه پناه ببریم که هم میشنوه، هم میدونه، هم قدرت داره میتونه حل کنه. خب این آیه هم تمام، آیه 35 و 36 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.